درود بیکران پاینده ایران اتفاقات عجیبی داره رخ میده و خب اومدیم افشاگری کردیم بافت جمعیتی رو جمهوری اسلامی در اوج نامیدی که دیگه ملت ایران رو نمیتونه با حسین خر کنه یعنی جامعه ایران از حسین رد شد دیگه ما اینو قبلا گفتیم در دوران ما محرم که میشد مثلا ما تخمه نمیخوردیم ولی الان امام حسین و حضرت زینب و حضرت ابوالفضل کلا رقیه علی اسقر، علی اکبر همه این جماعت به حال در پکیج آشورا و محرم امروز برعکس ما که به خاطرشون تخم هم نمیخوردیم امروز اینا به تخم بچه دهه دعیه هشتاد ما هم نیستن یعنی این خودش گفتم یه رونسانسیه که از تخمه تا رسیدن به اینکه اهل بیت شده تخم ملت خب این فشار آورد به جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی چون بهش فشار اومد داره تلاش میکنه جامعه ایرانی که حالا میخواد مدرن باشه میخواد به هر حال زندگی کنه چون جامعه ایران جامعه زندگی طلبیه این جامعه رو هدایت کنه بگه آقا باشه دیگه شما که حریف شما نمیشیم همتون هم که زندان نمیتونه بندازین ما در مرد رو باز گذاشتیم پاشید برید مهاجرت کنید خب جامعه ایران هم در بخش یه بار انسان به دنیا میاد ما نمیتونیم به مردم بگیم واکسید مبارزه کنید که یه بار انسان به دنیا میاد من همین بخش قابل توجهی از جامعه ایران که میتواند پول داره پول تو جیبش داره اتفاقا کار و زندگی داره تو ایران داره میره خارج این خیلی یه حرف مسخره ای که ما بارها میشنویم اینه که آقا ما به خاطر کار میریم خارج البته این کارهای جدید اینترنتی او استند که در حقیقت این آره این یه کار جدیدیه ولی در چل به خاطر این کار میتونیم بگیم خیلی ها میان خارج یا الان خب کافه دارا و رستوران دارها به خاطر فشارهای رژیم منطقیه ولی کلا یادمون باشه اصولا کسانی که کار و زندگی تو ایران داشتن اومدن خارج از یه نظری بالاخره یه پولی داشته که بخش خرج قاچاقچی رو بده کم پولی نیست پول قاچاقچی این بابت اون کرامت انسانی و رسیدن به آزادی مدنیه که متاسفانه هم جمهوری اسلامی منکر شده هم اپوزیسیون منکر شده و هم کسانی که مهاجرت میکنن با خودش رو دروایسی دارن و یه سری حرفهای مسخره ای بعد وقت تولید میشه من به خاطر آینده بچم اومدم این خیلی حرف مسخره دیگه نه تو به خاطر محدودیت های آزادی اجتماعی اومدی من تو الان میخوای بریزی رو بچت دیگه بگی مثلا من به خاطر آینده بچم اومدم در حالی که این بچه تو اون سن مثلا میاد در خارج خب داستان های خودشو داره بگذریم بگ من نمیخوام وارد این قضیه بشم چون بحث خیلی سنگینیه به حال جمهوری اسلامی از این روند داره استفاده میکنه و جایگزین ملت ایران داره امت حرف گوشکن افغانی و غیره رو ولی با این وجود اتفاقاتی رو داریم میبینیم که بیشتر توضیح میدیم ببینید شما این نماز جمعه عزیزان افغانستانیه نه در کابل نه در قنده ها نه در ولایت های مختلف افغانستان بلکه در جنوب تهران در بخش به اسم ورامین شما نگاه کنید چه نماز جمعه ای دارن میخونن اینا خطر نکرد جمعیت جمعیت شما نگاه کنید این خطره این خطره ما شاء الله. سال 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 این آن داره میگه دو دقت کنید سال 1402 این واقعیتیه که داره در کشور ما شکل میگیره و خیلی ها اهمیت نمیخوام بدن یه دم میگن امیدانا چی شد تو داشتی دفاع میکردی از این رژیم بر از محصه یه چرا سیمات قاطی شد اینا برای که ببینید متوجه میشه آدم تا قبل از محصا باز این رژیم یه مقدار داشت تلاش میکرد که بحث افغانستانی ها رو کنترل کنه الان یه جورایی به نظر من جمهوری اسلامی انقدر تعصب داره با این در حقیقت اهل بیت و شیعه و اینا و وقتی فهمید ملت ایران در این سطح گسترده رد شدن از اسلام و شیعه به این رژیم تروریستی برخورده حالا میخواد این رژیم تروریستی همون صحبتی که خامنه ای گفت داغ بذاریم الان در راست چجوری چهار تا بچه های مردم رو اومدن هیچ در روز اعدام کردن اینا الان در راستای داغ گذاشتن در دل ما ملت ایران میگن ای نتونستی من شیعه جمهوری اسلامی رو تحمل کنی باشه من الان یه سیستمی رو میچینم فردا کلا ایران بگه بشه افغانستان اسلام زده شما چجوری حریف این جمعیت افغانستانی میخوای بشی تو ایران و آمارها آمارهای وحشتناک تا 6-7 میلیونه خب این یه بخشی از این جمعیت فیلمش طولانیه نمیخوام حالا همه یه صحنه دیگه ای ما داریم میبینیم که این در کاشان در یک تریلی افغانی ها رو داره وارد ایران میکنه مثل که پلیس میفهمه و شما ببینید از این کامیون چه جوری میگم تریلی کامیون از این کامیون چه جوری اینا چه جوری بار زدن این افغانستانی ها رو نگاه کنید کجا عوارزی کاشان عوارزی کاشان کامیون کامیون دارن میان کامیون کامیون دارن <میون> 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 خب ببینید این حالا فیلم های خیلی بیشتری داریم قضایی تر هم هست کاری که یه جوری اردوغان هم کرد دیگه با آبون شما مخالفین بشار اسد تو سوریه کیا بودن یه مش اسلامگرا ببینید درست بشار اسد با جمهوری اسلامی جیک تو جیکه و درست علویه اما بشار اسد سکولاره خودش و همسرش اینا هر دو سکولارن از این نظر افراد روشن فکریان بخش قابل توجهی از مدافعان بشار اسد توی سوریه بودن جنگیدن یعنی شما بعد می اومدی توی سوئد خب خیلی اومده بودن پناهنده شد از سوریه اون موقع ما دوران زبان سوئدیمون بود میرفتیم سر کلاس تمام آدمای با کلاس سوری طرفدار بشار اسد بودن هر چی عقب افتاده یه تروریست اسلام زده بود ضد بشار اسد بود یعنی این یکی از تصاویری بود که من رفتم پشت بشار اسد اینا چیزایی که دیگه دیدم واقعیت هست. مخالفین بشار اسد که یه مش اسلام زده بودن اردوغان اینا رو کشون به اردوگاه پناهگاه در حقیقت ترکیه و از اینا استفاده کرده شما مردم ترکیه بخش قابل توجهشون دیگه نه اردوغان رو میخوان نه اسلام رو میخوان اما با استفاده از پناهنده های سوری تونست رای بیاره یعنی کاری که الان جمهوری اسلامی میخواد حالا با پناهندگان افغانستانی جامعه جدیدی درست کنه ببینید اینجا باز فکر میکنم مشهد این نگاه کنیم سحنه رو داشته باشیم که اینجا دیگه هواداران طالبانن در مشهد دقیقا میتونم بگم شهرک نصر رو اگر اشتباه نکنم شهرکش هم بهتون بگم بله اینجا الان شهرک با هنر شهرک با هنر مشهد هواداران طالبان خوشحالی دارن میکنن نگاه کنید این, کابل نیست این کابل نیست این هواداران افغانی که اومدن بخش قابل توجهی هوادار طالبان هواداران طالبان هستن در مشهد در شهرک باهنر پرچم امارت طالبان رو بردن بالا یعنی انقدر خب داره جمعیت میاد و جمهوری اسلامی انقدر از مردم ایران زده شده مثل که نمیفهمه داره چه غلطی میکنه یعنی حتی برای افغانستانیایی که دارن میان نتونسته یک فیلتری بزنه که بالاخره اینا جریان شیعه نزدیک به جریان فاطمیون باز باشن که تو راستای همون شیعه گریش باشه اینقدر جمهوری اسلامی و نیروهای شیعه از مردم ایران متنفر شدن با گسیل دادن گسترده افغانستانی و حتی هوادار طالبان میخوان انتقامشون از ایران و ایرانی بگیرن حالا صحبت های در حقیقت شما اینجا خیلی جالب میشه علم الهدا صحبت هایی رو میکنه که آقا ما اصلا حالا اینجا بحث نژادی میاره مطرح میکنه که ما اصلا هم نژاد هستیم با این افغانی ها چقدر خوبه که اینا دارن میان گوش کنیم من یه آمیختگی بین ایرانی و افغانی رو دیده افغان رو قدر ملاک قدرت ایران تشخیص داده این هماهنگی و این یکتایی بین ایرانی و افغانی دشمن رو به زانو در آورده است و مجبور حالا من توجیه میکنم توجیهاتشون حالا تو تویتر توی هم شروع شده حالا تو بخش عکس این برنامه بهتون نشون میدم حالا علم الهدى داره ذهن آماده میکنه آقا ما اصلا با اینا همتبار هستیم همون حرفایی که من میزدم اون تا همتباری که من میزدم اون بخشی از افغانستانی و سوریا و عراقی ها بودن که مثل خودمون آدم حسابی نه این طیف شیعه وگرنه ما اگر از بخوایم هم همتباری نگاه کنیم و تمدنی نگاه کنیم خود علم الهدا ایرانی نیست خود این بچه شیعه های مذهبی دو آتیشه که کشور رو هزینه تنبان کردن اینا از نظر ما ایرانی نیستن اینا یه قومیان از بازماندگان جریان اسلامی که کشور ما رو اشغال کرده. ما اگر صحبت تمدن و همتباری داریم میکنیم بابا اون سوری و اون عراقی که عین خودمون قلبش با حخامنشیانه دلش با ایران باستانه ذهن و روانش با زرتشته نه با این اسلام کثیفت حالا این داره با مهندسی افکار داره میخواد تلاش کنه که افغانستانی ها رو تو ایران جا بده گوش کن شده دومش و رو کولش بگذاره از افغانستان فرار کند برادران و خواهران افغانی ما که به خاطر مسائل مختلف در کشورشون مجبور به هجرت شدن مهمانان ما هستند با همه توان از اینها استقبال میکنیم امروز برادران و خواهران افغانی ما که به هر علتی به کشور ما مهاجرت کردند و رو آوردن به عنوان مهمان شریک زندگی ما هستند و بایستی با آغوش باز و عاطفه هر چه بیشتر و کاملتر از این برادران و خواهران افغانی به کوری چشم دشمن که استکبار جهانی خب حالا دیگه با هم ادبیات خودشون دارن تلاش میکنن ما تا فیلم دیگه نگاه کنیم از هجوم افغانستانیا در مرز ایران یکیشینه نگاه کنید صدا نداره نگاه کنید چه جوری دارن وارد میشن به ایران فیلم هایی که مو به تن آدم سیخ میکنه که مرسا بازه و اینا دارن ورود میکنن به خاک ایران ویدیو دیگه ای داریم که یه خود جدی تره با ماشین حالا اونا یه خود ورزشون خرابتر بود قشن بدویایی بودن که کوه میان اینا که ورزشون خوبه با ماشین دارن وارد خاک ایران میشن نگاه کنید سبحان <applause> الله این یک زنگ خطره و اینایی هم که دارم میان کسانی نیستن که از طالبان صرفا فرار کرده این در مترو تهرانه صحنه ای در مترو تهرانه و جوانی نشسته با تیشرت یکی از رهبران طالبان یعنی برنامه اونا هم برنامه دارن یکی دو بارم بعضی از رهبران طالبان گفتن ما اگر پاش برسه تهران رو فتح میکنیم و من نمیدونم جمهوری اسلامی داره چی فکر میکنه به خاطر که انتقام از مردم ایران بگیره برای که مثلا برگشتین گفتیم امام زمان وجود نداره حسینت مثلا آدم کثیفی بوده اون حسن زنباره بوده تو نمیفهمم بچهای خودت هم دارن تو ایران زندگی میکنن چه غلطی داری میکنی یعنی برای انتقام گیری مثل اون یارو وزیری که دبش میگه دو شاخ بهش میگه آقا یه چیزی بخوا ولی دو برابرش به اون یکی وزیر میدم میگه آقا چه چش منو کور جمهوری اسلامی داره خودش با دست خودش یعنی اصلا باور نکردنیه میگه چون جمهوری اسلامی فهمیده نمیتونه ادامه بده یعنی اگر باز افغانستانیایی که داره میاره اینا فیلتر شده یه شیعه توی راستای خودش باشن یک تفسیری داره ولی الان صحنه های ما داریم مشاهده میکنیم که پمپاژ هواداران طالبان در ایرانه و شما توجیهاتی که این نیروهای مذهبی میارن حالا این مورد بخش بعدیه بله توجیهاتی که میارن مثلا یاسر جبرائیلی که با این یارو مولا علیز برادر مام جوره اومده تویت زده ببینید شما توجیهات مسخره ای که میخوان بیارن مهاجر پذیری از خصایل خسا... خصال یک حوزه تمدنی است مهاجران فرصت هستند نه تهدید منتها مهاجرت پذیری باید فعالانه باشد نه منفعلانه کیفی باشد نه کمی هم برای ب... هم باید برای ورود به ایران شاخص و شرایط معین کرد و هم برای اقامت در ایران تاسیس یک سازمان تخصصی برای این ام فوریت و ضرورت است ببینید توجیهات داره میکنه اولا از افغانستان اونایی که دارن میان آدم حسابیاشون اصلا ایران نمیان همشون رفتن آمریکایی اینا ببینید شما اول مهاجرت پذیری که اروپا و آمریکا و کانادا داره به خاطری که شما باید ماهیت این کشورها رو بشناسید اروپا خب دو تا جنگ جهانی اول و دوم یه بخشی هم بخره فقری که در قرون وسطا داشتن و شرط اقلیمی که دارن رو, به رو رشد رو بوده چی رو به رشد جمعیتشون رو به انفعال و منفی بوده و وضعیت شرط آب و هوایی که در اروپا حاکمه بریجه در کشورهای اسکاندیناوی مردم خود سوئد یا مردم دانمارک هم توی زندگی نمیکنن. جمعیت ها خیلی کمه ببین شما خاک سوئد خیلی زیاده اما خود سوئدیا 4 میلیون نفرن با 6 میلیون مهاجر تونستن بگن حالا ما سوئدی یا آمریکایی که وجود نداشته آمریکا اصلا ماهیت آمریکا یعنی مهاجرت چه آمریکایی وجود نداشته مهاجران اروپایی رفتن با بردگان آفریقایی اونجا شکل دادن یا شما کانادایی که میگی خیلی جالب مثلا یعنی مهاجر خب کانادایی هم مثل آمریکا وجود نداشته کانادا الان شرایطی که داره باید با این همه مهاجر پذیری با این همه تسهیل مهاجرت پذیری 33 میلیون 34 میلیون نفر جمعیت داره با اون همه خاک خیلی الان دارن از کانادا فرار میکنن فیلم ها و به حال اسارات خیلی از ایرانیانی که تو خود کانادا هستن شما برید با همین شرایطی که الان جمهوری اسلامی ایجاد کرده ما چه تعداد مهاجرت معکوس از کانادا به ایران داریم اروپا هم گفتم به خاطر دو جنگ جهانی رشد جمعیتش منفی بوده و شرط اقلیمیش هم اجازه نمیداده که بتونه مثلا خیلی جمعیت زیاد تایدشونه یعنی مهاجر اگر نباشه اروپا فلج میشه در مورد ایرانی که ما اینقدر تعدادمون زیاده خودمونم جا نداریم و بخش قابل توجهی از مردم ما هنوز سابخونه نیستن مهاجرت پذیری شوخیه دیگه نه؟ بعد شما نخبه که نمیارید که ای کاش که کارگر بیارید شما کسانی که دارید مهاجر میارید تروریستن <applause> و فردا خدا میدونه چه برنامه ای دارید و این صحبتی که مثلا مهاجرت پذیری کنیم آیه یاسر باورم بفرمایید از دهن شما خیلی گشاد داره یعنی این یه جمعه یه حرفایی بسیار بزرگ که به دهن شما ها نمیاد که انقدر شعور داشته باشید بدونید بله خصلت های و به حال نف هایی که در یک کشوری که مهاجرت میپذیره چیست شما باید یه سری زیر ساختار آماده کنید بعد مهاجرت بپذیرید ببینید شما الان در عربستان میخواد رونالدو رو صدا کنه رونالدو براش الان فوتبالش مهمه به خاطر پول حاضر نیست بره در جایی بازی کنه که پاش بشکنه دیدی در ورزشگاه آزادی چقدر ناراحت بود پس عربستان اول رفته زیر ساختای و ساخته در حوزه اجتماعی فضایی رو درست کرده که همسر رونالدو وقتی که اومد در عربستان بتونه اونجوری بیهجاب و با لباس باز بگرده و مردم هم اینجوری نگاش نکنن مثل اندونزی در اندونزی دیدم یه خانومی رفته لب ساحل همه مردا و ایستادن دارن اینجوری مثل مثلا اندونزی پاکستان دهنا وا نگاه میکنن باز حالا خوشبختانه ما تو ایران یه مقدار وضعمون از این نظر باز بهتره مردهای ما دیگه انقدر دیگه در این حد دیگه حول نیستن ولی مردان پاکستان و اندونزی واقعا حولن مردای مالزی واقعا حولن خب این رفته زیر ساختا رو درست کرده تو برای مهاجرت پذیری آیا زیر رو درست کردی بگو بخندی نکردی نکردی زیر ساختی رو درست نکردی حالا از این حرف و زدن دیدم یکی از این طول سک های رایفی پور این طول سگ رایفی پوره اومده یه پوستری راه انداخته پرچم افغانستان ایران ایستم. اونایی که دارن وارد میشن اصلا این پرچم افغانستان هم قبول ندارن ها. حالا دارن آماده میکنن دیگه از هان آماده میکنن که قراره که دیگه جای جایگزین ملت ایران امت افغانستان و امت شیعه رو بیارن بعد این طول سگ در حقیقت رایفی پور اومده نوشته که سامون دادن به وضع مهاجران خیلی خوب و نیازه حالا سامون دادن که سامون چرا اینجوری می نویسی. خاک تو سرتون کنم اما اخراج افغانی هیچ موقع مطالبه ملی ایرانی ها نبوده به جای حذف صورت مسئله ببین حد... پوفیوز میگه به جای حزم صورت مسئله کی داره میگه کسی که اعتقاد به حجاب اجباری داره و به خاطر مسئله تنبان مملکت رو به اینجا رسوندن میگه به جای حزم صورت مسئله حلش کنید و بیخود این حرفای نجات پرستانه و ضد انسانی رو از طرف ملت ما نزنید شما ملت نیستی شما عمر شما زنازادگان شیه زاده که انقدر یعنی کثیفی رو شیه هستی هستید ما هم زاده این ولی شماها ها خاک تو سرتون شما ملت نیستید شما امتید میگه من به این موج رسانی زشت مشکوکم نه عیزم برنامه دارید میچینید ما هم میدونیم دارید چه غلطی میکنید و یک چیزی الان آمارهای غیر رسمی تا 9 میلیون مهاجر افغانستانی رو در ایران گزارش میده اینا غیر رسمی است و آمارهای رسمی تا 5 میلیون گزارش دادن این،, این یعنی ببخشید <applause> خیلی اوضاع خرابه خیلی اوضاع خرابه یعنی حتی اگه اینا نخوان خطر امنیتی ایجاد کنن این تعداد مهاجر بی سواد ناکارآمد بربر فقط ببین شما الان برای همین تو انتخابات های آینده جمهوری اسلامی 7 میلیون رأی داره دیگه 7 میلیون رأی افغانی‌ها رو داره تو هر انتخاباتی این خطرناکه که بعدا اینا رو استخدام میکنه برای سرکوب ملت ایران و کسانی که کار بلد نیستن و بربر هستن اینا خب کجا میرن استخدام میشن در دستگاه سرکوب دیگه و جمهوری اسلامی برنامهش اینه برنامهش اینه و خیلی خطرناکه این هشدارها رو باید جدی گرفت قربتون برم در این زمینه خیلی ویدیو هست خیلی صحبت ها میشه کرد و ما داریم این هشدارها رو میدیم سیل گسترده ای از مهاجران افغانستانی وارد ایران دارن میشن و همزمان از علم الهدا بگیرید تا این یاسر جبریالی رو تا این طول سگ رایفی پور رو تا همه اینهام هم دارن توجیه میکنن قضیه رو دارن توجیه میکنن، اسهان آماده کنن که بله ما باید اینا رو بپذیریم و مهاجرت پذیری بکنیم و اگه ایرانیا 8 میلیون اومدن در خارج از کشور بی سوادشون بالاخره داره یه کارگری آقا ما اینجا یه عقب افتاده ای داریم تو همین جزیره. سواد خوندن نوشتن حتی اسپانیایی هم بلد نیست. داغون، یه آدم اصلا بدبخت، یه بیچاره ولی با همه این وجود بالاخره یه کارگر داره کار میکنه، مالیاتی میده. یعنی میخوام بگم بدبخت از ما ایرانیا برای چرخه کار در اروپا و آمریکا کانادا مفید بودیم بیشتری هم که دیگه بالاخره دارن با درامت های بالا و غیره مالیات های سنگینا. ولی شما این افغانستانی هایی که آوردی آخه اصلا اینا مسائل ابتدایی رو نمیدونن ما بی مادر ترین مدل هامون هم که میان تو خارج بالاخره یک کمکی به اون جامعه میکنن شما الان افغانستانی ها رو دارید میارید که میخواید نابود کنید دیگه تمدن ایرانی رو دمتونم گم حالا ما بله گفتیم همتبارن منتها اونایی که همتبار ما هستن آدم حسابی هستن اونا حاضر نمیشن بیان ایران اونا رفتن آمریکا و کانادا برای که اونا از یک حکومت اسلام زده کشور خودشون فرار کردن نمیخوان گیره شما شیعیان عقب افتاده جمهوری اسلامی بیفتن که اینا مسئله یکی دوتا نیست من اصلا تعجب که یعنی بخشی از نیروهای آریایی در درون این سیستم یا انقدر ضعیفند یا منفعلند چرا صداها در نمیاد و اجازه میدید که عقب افتاده های چون علم الهدای و یاسر جبریائیلی یا این سگای رائفی پور و اینا بیان زمینه ذهنی هم آماده کنن برای پذیرش این اتفاق بسیار بسیار خطرناک پاینده ایران و بدرود